فلزیا با آنتنی برای عملیات جستجو خب به طور طبیعی باید هم طلا رو در صد بگیرن هم در عمق بگیرن. کار دستگاه اون زمانی مد نظره که در زمان تمرین بتونه فلزات در صد و در عمق بگیره. به خصوص در عمق بگیره. خب سیستمایی هستن که در صد طلا رو میگیرن مثل فانکشن ها یا خوراکی ها، ولی در عمق نمیتونن بگیرن. در اینجا میبینید که در صد داره میگیره. خب در صد برای تمرین خوبه، ولی در عمق زمانی مطرحه که اون هدف رو پنهان کنن و بتونه اپراتور اون رو پیدا بکنه. پیدا کردن هدف در عمق باید با شرایط دقیق مختصادیابی انجام بشه تا اپراتور بتونه اون وضعیت هدف رو تشخیص بده. در تصویری هم به همین صورته. شما اگه که با یه سیستم فرکانسی کار میکنی که عدد ویدیوی و ترشورد سطح و حجم داره، باید نوع تنظیمات رو چه روی سیستم نظر عدد ویدیوی و ترشورد سطح و حجم، چه بر روی سیگنال ها در لکه سرنگی ها پیاده بکنید تا بتونید هدف اصلی و غیر اصلی تشخیص بدید. این کار اپراتوره که این عملیات انجام بده، ببینه در اونجا هدف اصلی هست یا نیست، چون سیستم در زمان تمرین به طور کامل تونسته اهداف رو تشخیص بده، جداسازی کنه و مشخص کنه. لکه رنگایی که دو قلو میان، سه قلو میان، اینا میتونه نشانه هدف باشه، ولی به شرطی که در شرایط خود همون عددی که در ویدیوی تعیین کردید آشکار بشه. اینا موضوعات مهمیه که اپراتور باید در زمان کار با دستگاه‌های تصویری یا با سیستم‌های آنتنی اون رو پیاده کنه و تفاوت‌ها رو بتونه از تغییر تنظیمات به دست بیاره و در تصویری ها با جابجایی سیگنال ها یا دادن سیگنال ها برابر همون عدد ویدیو و ترشورد 108. اون اپراتوری میتونه تو صحنه اصلی کار مرکز هدف رو درست تشخیص بده که اون سیستم توانایی عملیاتی رو داشته باشه و اپراتور هم کار خوب بلد باشه. شما حتی در پالسی وی ال اف تی ار بی اف و آی بی ام که میتونید فلزات در عمق کم بگیرید، اگر درست عمل نکنید، درست تنظیم نکنید، نمیتونید هدف رو در دید سیستم قرار بدید و امکان خطا وجود داره و حتی سنگ ها و کانی ها و چنین منابعی میتونه اشتباه ایجاد کنه در حتی سیستم های پالسی وی ال اف تی ار بی اف و آی بی. پس نوع کار کردن، عمل کرد، اون تنظیمات، تجربه اپراتور و مهارتش که در زمان تمرین به دست میاد در صحنه اصلی کار باید با دقت بالایی پیاده بشه تا بشه محدوده هدف رو تعیین کرد و مشخص کرد که وضعیت هدف چیه. حالا فرقی نمیکنه این دستگاه میخواد از دسته پالسی وی ال اف تی ار بی اف ها باشه، از دسته تصویری ها باشه یا از دسته آنتنی ها باشه، ولی در شرایط تفکیک و جداسازی در زمان تمرین اپراتور باید با اون سیستم بتونه طلا رو در صد و در عمق بگیره و وضعیت هدف رو مشخص بکنه. اینا اصول کاره که باید رعایت بشه. در آنتنی ها نقطه زنی با جفت دست آنتن بنابراین نیست که هر جا قیچی شد زب در شد مرکز هدفه. باید ببینه اپراتور اون زمانی که تمرین کرده واکنش ها و پاسخ ها در زمان تمرین به چه صورت بوده، چه شرایطی میتونسته بر روی مرکز هدف یا در کنار هدف یا روی منابع دیگه پدید بیاد. اون دستگاهی که عدد ویدیوی ترشورد 108 داره، اپراتور میتونه این جدا سازی ها رو در زمان تمرین انجام بده، رو فلزات گوناگون تمرین کنه، مهارت کسب کنه و نوع حرکت آنتن ها یا واکنش ها، ضرب در شدنش، تغییر جهت ها بر روی دیواره داخلی، خارجی، نقطه مقابل هدف، جاهایی که تراکم یونیه، مغناطیسیه یا جایی که ایجاد کننده اختلالات حوازدهیه یا خروج انرژی از اون نقطه یا منطقه با فشار بیشتر، باید بتونه با عملیاتی که در ادیت و ترشورد انجام میده پیاده بکنه تا بتونه مرکز هدف رو درست به دست بیاره. این که مرکز یک هدف رو بتونید به دست بیارید باید در مختصادیابی از چهار طرف با دقت انجام شه و خود ضرب در شدن آنتن ها بستگی به اندازه ترشورد 108 داره. اگر شما ترشوردتون بر روی یک عدد بالا باشه، فاصله جایی که ضرب در میگیرید یا فاصله جایی که محدوده هدف رو مشخص میکنید باید به اندازه اون ترشورد در سطح بالا باشه. اگر یک ترشورد بالا بدید و یک نقطه خیلی کوچیک آنتن ضرب در کنه یا بیاد روی هم قیچی کنه، اینجا نشانه این هدفه نیست. در آنتنی ها هم باید بدونید که تمرینات در سطح و در عمق مهمه و باید تشخیص بده اون اپراتور که این تنظیمی که انجام داده آیا مربوط به هدف اصلی است یا مربوط به منابع دیگه است. این در تصویری هم غالبه، باید پیاده بشه. حتی در پالسی وی ال اف تی ار بی اف هم باید این کار انجام بشه. این توانایی تشخیص که بتونید در آنتنی یا در پالسی وی ال اف تی ار بی اف یا در تصویری نحوه کار رو به دست بیارید و واکنش ها رو برای موفقیت در صحنه اصلی کار مهمه.
اگه کسی نتونه در زمان تمرین به خوبی همه اصول رو پیاده کنه، اطلاعات دقیق داشته باشه، نمیتونه متوجه شه چه عملیاتی رو داره انجام میده. مثلا شما با ویدی های 100 و ترشولد 45 اگر بره همون جایی رو بگیری که ویدیوهای 55 ترشولد 45 گرفته، خب این خطاست، این نشانه ای که هدف اصلی در اونجا نیست. خب منابعی هستن که میتونن خودشونو شبیه هدف اصلی نشون بدن، یا اصلا این نقطه‌ای که 145 گرفته، ویدیوهای 100 ترشولد 45 گرفته، شاید اصلا مربوط به اون منبعی از جریان هوازده‌ای باشه که عمل همرفتی یا خروج انرژی از جای نرمتر یا سست‌تر شکل گرفته. در مختصریابی باید اون عدد ویدیوهای دقیق داده بشه تا اپراتور بتونه اون ضرب درها رو در آنتن بگیره، تا بتونه اون چیزی که در تصویری ها هست به صورت دوقلو در بیاره. این خب باید انجام دقیقی داشته باشه اپراتور در تنظیم اعدادش، روی شکل‌گیری ها، در مختصریابی ها، در دیواره داخلی، خارجی، نقاط مربوط به هدف. اینا همه باید برای تشخیص خطا پیاده بشه، چون سیستمی که طلا رو در صد در عمق یا فلزات در صد و در عمق در زمان عملیات جستجوش میگیره یا در زمان تمرینش میگیره و اپراتور به کارش وارد شده، دیگه عمل کردش در صحنه اصلی کار با اون اپراتوره که آیا میتونه این ترکیب دو قلو بودن این تصویر رو به خوبی به دست بیاره، بفهمه با حذف چه فلزادی یا چه منابعی اون هدف اصلی قابل تشخیصه، آیا اون کدهایی که داره میگیره، اون ترکیب شکایی که داره میاد، اون دو قلویی که دلک سنگی در صحنه اصلی کار میاد متعلق به هدف یا در طبقات سیگنال های دیگه هم آشکار میشه. خب اینا رو اپراتور باید پیاده کنه رو سیستم و متوجه بشه. پس در هر صورت اپراتوری که بر روی سیستم وارده میدونه چه جاهایی چه عملیاتی رو با چه خصوصیاتی انجام بده تا حداقل از کار خودش و سیستم در نقطه زنی با آنتنی یا در عملکرد با سیستم های پالسی وی ال اف تی آر بی اف او یا با در تصویری ها بهترین کارایی رو به دست بیاره و اطمینان داشته باشه به خودش و سیستمش که کار میکنه و میتونه با اون سیستم به بهترین نحو کار کنه. البته فلزیاب هایی که تصویری هم با سنسورهای فرکانسی کار میکنن، اینا توانایی بالایی در جستجو دارن، ولی همه اینا برمیگرده به اپراتور حرفه‌ای که با یه سیستم حرفه‌ای باید خوب کار کنه و بتونه در زمان تمرین همه شرایط رو یاد بگیره، مهارت به دست بیاره تا در صحنه اصلی کار پیاده بکنه. البته تضمین گنجیابی در هیچ جایی وجود نداره و هیچکی نمیتونه بده. تضمین کار دستگاه اینه که بتونه طلا رو در صد در عمق یا فلزات در صد در عمق بگیره. دیگه این همچین دستگاهی در صحنه اصلی کار، کار اصلیش و تفکیک و جداسازیش با اپراتوری که بتونه بهترین کیفیت رو به دست بیاره.